سلام دوستان، همچنان محمدرضا حسینی هستم، در کانال جنجال اسپورت. خیلی 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 خوش اومدیم به این ویدیو، امیدوارم حال دلتون عالی عالی باشه. ما در این کانال جنجال اسپورت سعی داریم به اتفاقات فان و جنجالی که تو اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال اتفاق میفته بپردازیم. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوع علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا جایی ویدیوهای ما بهره مند بشید. امروز ما هم هستیم تا ببینیم بازی ایران و الجزایر چی شد اصلا. یعنی واقعا اون اردوهای افتضاحی که تو قطر داشتن قرار بودن کانادا و اونم بازی هم یکی یکی کنسل شد، نتیجهش هم اینجا اومده با یک بازی افتضاح‌تر و بدتر ایران تو 2-1 ببازه به عجز، بازی که اصلا یک موقع درست حسابی واقعا نداشت. من برازم قبل جز گلی که زد نه تاکتیک خوبی اصلا، چه وضع دروازه‌بانی از اون ور برش نورافکن که دفاع چپ رو گذاشته دفاع وسط، با سال هردانی که اینقدر خوبه رو گذاشته بیرون، صادق معلمی که اصلا کوی بازی نکرده رو گذاشته، آدم واقعا زبان قاصره که چی بشه. انسان حاج صفی گذاشته کاپیتان تیم ملی، چی بگه آدم. بریم چه اتفاقی تو این بازی افتاد. خب دوستان، از همون قبل بازی اصلا چند بار الجزایر گفتن که نمیدونم ما میخوایم تیم دوممون و سوممون و چهارممون رو هم میخوایم بفرستیم، معلومه اصلا به هیچ جاشو نیست واقعا الجزایری ها. تو همون اولای بازی هم تو که میبینی جهانبخش میتونست یک موقعیت گلزنی داشت برای ایران ولی تو وارد دروازه نشد. یک وای بدترین جایی که فقط بود آبزوده بود که سه تا اشتباه بد داشت، همون تو که میبینی اصلا خیلی تعجب برانگیز بود آبزوده که مثلا سال پیش جز 20 دروازه‌بان برتر دنیا بود، اصلا این بازی عملیات فاجعه ای داشت. متاسفانه هم تو سه تا اشتباه بد داشت و شانس آوردیم که از گل نخورین. تا اینکه دقیقه 44 بن عیاد روی اشتباه وحشتناک صادق محرمی و علیرضا جهانبخش گل اول تونست به ایران بزن و بازی 1-0 بشه. نیمه دوم باز یه ذره رسوجیش مثل آدم شد، حداقل نورافکن آبود چپ بود و یکم تغییرات ایجاد کرد، تا اینکه تو دقیقه 63 روی حرکت قشنگ نورافکن و ضربه زیبای جهانبخش ایران تونست بازی رو 1-1 مساوی کنه و یا هم مثلا در اندازه پایان کار بودن. باز الجزایری براش چند تا بازیکنش آورد و مثلا تازه یک زن مثلا تیم نصف نیمه مثلا نصف شد، مثلا ایران یه پرس وحشتناکی انجام داد و اینا تونست گل دوم رو هم به ایران بزن رو اشتباه نورافکن توسط اموره و بازی با نتیجه 2-1 به نفع الجزایر به پایان برسه. واقعا اون اسکوچیش فنایی که میگفتن نمیدونم اسکوچیش 30 تا بازی 20 تا بازی نبرده با نباخته به کیا بود، با عراق و یمن و اینا بود، اونم همه رو یکی چه هیچ برده بود. به دو تا تیم واقعا قوی کره و الجزایر خود دیدیم با هم دیگه واقعا واداد و با خدا عاقبت ما رو به خیر کنه با هری کین و فودن و نمیدونم گرت بیل و هیچ حرفی دیگه واقعا باقی نمونه، فقط خدا به دادمون برسه. کاش حداقل کسی نمیدونم اسرائیل میومد جام جهانی میتونستیم مثلا بگیم مثلا ما به رسمیت نمیشناسیم و نریم، ولی واقعا خدا عاقبت ما رو بخیر کنه در جام جهانی و بعد ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. خب دوستان، خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو همراه کنید بودین. از همین الان باید دست به دعا بردیم برای وضعیت تیم ملی و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در این کانال جنجال اسپورت سعی داریم به اتفاقات فان و حواشی که تو اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال اتفاق میفته بپردازیم. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید کانال ما سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا جدیدترین ویدیوهای ما بهره مند بشین. خیلی دوستتون دارم. شاکر مخلص. فعلا یا علی. خدا نگهدار.